بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما به خیر. الحمدلله رب العالمین. امروز هم توفیق این رو داریم که به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا، استدیوی بین الحرمین مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، با برنامه زنده سلام کربلا در خدمت شما عزیزان باشیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عزيزان بيننده، خيلي خوشحال هستم صبح شنبه‌ای که الحمدلله رب العالمين توفيق این رو داریم. خدای بزرگ عنایتی کرده، آقا سید و شهدا اجازه فرمودن، عنایت کردن، دعای خیر شماها بوده که الحمدلله جناب آقای دکتر محمود زنگنه متخصص طب اسلامی و چینی سلامتی خودشون رو باز دوباره به دست آوردن الحمدلله، و امروز توفیق دارم بنده در خدمت ایشون و در استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام باشم. جناب دکتر سلام علیکم، الحمدلله علی سلامتکم، خیلی خوش آمدید به استدیوی بین الحرمین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما، از بیننده عزیز و محترم. الحمدلله، شکر به دعای خیر شما که زود خوب شدم و بهبود پیدا کردم و اومدم استودیو بین الحرمین در خدمت شما بیننده هستم انشاءالله. خواهش میکنم، انشاءالله همیشه صحیح و سالم باشید. اگر اجازه بدید من با اجازتون برم سراغ سوالهایی که داریم برای امروز. من از این نمونه سوال آقای دکتر باز هم داشتم، ولی خب حالا نه با همین سن و سال و شاید نه با همین این به قول معروف مشخصات، ولی نزدیک به هم. خانمی اطلاع دادن بنده 30 ساله هستم، باردارم الحمدلله رب العالمین، دومین بارداریه و متاسفانه الان مشکل یبوست خیلی شدید دارم و خیلی دارم عذاب میکشم، دست و پاهام ورم میکنه، یه موقعی میشه تا 5 روز نمیتونم اجابت مزاج داشته باشم و قبلا هم اینطوری بودن، ولی کولونوسکوپی انجام دادن خوب شدن و باز دوباره با این بارداری این مشکل براشون پیش اومده و ایشون فقط میتونستن نیم ساعت پای برنامه بشینن، چون بعدش باید میرفتن برای سونوگرافی. حالا اگر بزرگواری بفرمایید، البته نه سن و سال نوشتن و نه خدمت شما عرضم
گروه خونی، حالا اگر نیاز هست احتمالاً برامون ارسال بکنن، ما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك ولعن عدوهم ومن خالفهم من الجنة والإنس أجمعين آمين رب العالمين. بابت یبوست در دوران حاملگی و بارداری، اتفاقا این مشکلات میفته برای خانم ها از دو لحاظ. یکی ازشون که استفاده کردن از فولیک اسید، بیشتر خانم ها تقریبا 90% از خانم ها استفاده میکنن از فولیک اسید در دوران بارداری که کم خونی نداشته باشن و میزان آهن خونشون میره بالا که جنین در داخل شکمشون آسیب نبینه. بله، زیاد بودن آهن یا استفاده کردن از فولیک اسید خودش یبوست ایجاد میکنه. این یکی از مشکلاتش. یکی از مشکلات دومیش که کم بودن مایعات در بدنشون و حفظ شدن اون مایعات. یعنی ما میدونیم که خانم های باردار همیشه در حالت تهوع، حتی اگر بیشترشون که ماهای اول بارداریشون، و مایعاتشون هم کم میشه. چیزی سوم، مشکلات در دستگاه گوارشی و کم بودن فیبر در غذاشون. الان میخوام ما حل میکنیم، استفاده میکنه. اگر استفاده میکنه زیاد از فولیک اسید، میتونه کم میکنه یا میتونه از مایش بده ببینه اگر زیاد کم میکنه، اگر نه مشکل نداره. حتی اگر زیاد هم زیاد مشکل نداره براشون، ولی فقط یبوستشون شدیدتر میشه. حالا جناب دکتر عذرخواهی میکنم، اگر که به غیر از فولیک اسید که مثلا داروی شیمیایی هست، داروی طبیعی هست که همچین عارضه ای نداشته باشه، حالا فرمودید اصلا خود بارداری احتمالا این مسئله رو ایجاد بکنه، حالا برای اینکه مزید بر علت نشه، داروی طبیعی چیزی هست که بتونن استفاده بکنن این عوارض شیمیایی رو نداشته باشه؟ بله درسته. جوشانده گزنه فوق العاده عالی برای بالا بردن میزان آهن بدن، برای کم خونی خیلی مفیده. کنجد هم خیلی مفیده. جوشانده یا آب فولاذ ما میگیم بهش، یه قطعه فولاذ تمیز میکنن، اینقدری میذارن رو آتیش، داغ قرمز بشه، میذارن توی لیوان آب، میل میکنن این آب، یا الان میخوان درست میکنن 100 تا لیوان، 1 لیتر، 5 لیتر میذارن توی یخچال و استفاده میکنن به جای آب خوردن. بله، این آهن طبیعی بدون هیچ عوارض جانبی برای بدن میشه استفاده کرد ازش. یک کار دیگه میشه کرد برای درمان مشکلات حاملگی، وقت خواب یک قطره عسل طبیعی با یک قطره روغن زیتون مخلوط میکنن داخل نافشون بذارن، این هم خیلی مفیده براشون، برای رفع یبوست خانم های باردار یا حتی بچه، و همه میشه استفاده کرد ازشون. جوپرک، یک قاشق غذاخوری در دو لیوان آب جوش حل کنن، صبح نشتا یک ساعت قبل از نشتا میل کنن این دو لیوان کامل، یبوستشون برطرف میکنه. توصیه میخوام ذکر میکنم که نباید استفاده کنن از برگ سنا. خیلی استفاده میکنن از برگ سنا. برگ سنا میشه استفاده کرد ازش برای یک، دو بار، سه بار، چند بار، نه بیشتر، و فاصله های زیاد، نه هر روز. هر روز باید استفاده میکنیم، بخاطر برگ سنا یکی از مشکلات یا عوارض جانبیش اگر ادامه کردن و استفاده کردن ازش، جداره مخاطی روده ها از بین میبره، یعنی کمک میکنه اولین مدت، بعدش یبوستشون مزمن میشه، بیشتر میشه، و نباید استفاده میکنن از برگ سنا. قرص سیلاکس وجود داره در داروخونه و کپسول رولاکس وجود داره، اینا کاملا گیاهی، ولی خودش اینا هم برگ سنا آسیاب شده، پرس شده، در حالت قرص درست کردن یا در حالت کپسول در آوردن. برگ سنا و سیلاکس یا رولاکس، دوتاشون ستاشون یکیه،
نباید استفاده میکنم، ولی برای یک بار در یک هر ماه یک بار مشکل نداره، هر دو ماه سه ماه یک بار مشکل نداره، ولی اگر ادامه میدن مشکل و عوارض جانبی پیدا میکنم براش. یک عدد لیمو ترش با پوستش جوش میدن و مخلوط میکنن تو دستگاه مخلوط کن، میکس میکنن، میل میکنن قبل از ببخشید بعد از غذا. یک عدد گوجه فرنگی کوچیک جوش میدن و مخلوط میکنن، میکس میکنن قبل از هر وعده غذا، میشه میل کرد ازش، مفیده، خیلی مفیده براشون. این برای رفع یبوست. خود اسخای میکنم، خود خوردن روغن زیتون بعضن با سالات میخورن بعضن با ماس، این براشون نمیتونه کاری انجام بده؟ خیلی مفیده براشون، خیلی مفیده براشون، بهتر از روغن زیتون. روغن کرچک اضافه میکنن اونها که خیلی یبوست دارن رو غذاشون، یا رو سالاد یا رو آب جوش، یک قاشق مربا خوری تا یک قاشق غذا خوری روغن کرچک اضافه میکنن و میل میکنن، حل میکنه، آمن، بدون هیچ عوارض جانبی. این خیلی مفیده براشون. جوشانده تمر هندی به حالت شربت اول میخوسینن، میذارن رو آتیش، میجوشونه، میپزنش، بعدن به حالت شربت درست میکنن، میذارن تو یخچال میل کنن. یک لیوان یا نیم لیوان غلیظ باید باشه، بعد از هر وعده غذا حل میکنه مشکلات یبوست. تمر هندی خواص دیگر داره، پاکسازی کبد انجام میده، پاکسازی روده انجام میده، پاکسازی خون، پاکسازی یا فشار خون پایین میاره، کم کاهش کردن چربی خون، فشار خون، قند خون، اینا کلشون خیلی مفیده براش. من در خدمتم. ممنونم، متشکرم. یه گروه دیگه سوال الان من براتون اینجا اختیار کردم، باز این هم نمونش خیلی هست. عزیزانی هستن تماس میگیرن یا پیامک میدن که از لاغری زیاد، حالا برعکس اون عزیزانی که از چاقی رنج میبرن، از لاغری زیاد دارن رنج میبرن. حالا یه نمونش که خیلی بارز بود، من از ایشون مشخصات باز هم خواستم ولی به هم هنوز ندادن، حالا اگر در طول برنامه فرستادن. این مادر بزرگوار سوال کردن، دخترم بسیار لاغره، هر کاری میکنم خوب نمیشه، از لاغری داره رنج میبره به حدی که اعتماد به نفسش رو از دست داده و باعث افسردگی شده. حالا این نمونه سوال این شخص به خصوص بود. عزیز دیگری من باز یادداشت کردم، من خیلی لاغر هستم و از این که بخوام ریسک بکنم یه سری کارها رو انجام بدم میترسم و اعتماد به نفسم رو از دست دادم و من سوال کردم افسرده هم هستید یا خیر؟ نه به اون صورت افسرده نیستم ولی اعتماد به نفسی ندارم. و نمونه سوم، لاغری هستم که هر لحظه خیال میکنم الان برام مشکلات پیش میاد و این مسئله داره افسردم میکنه. یعنی سه نمونه سوال تقریبا تو حد خودش. در خدمتم. ما یه چیزی باید بدیم، لاغری سلامت، یعنی چاقی بیماری، ولی نه لاغری مفرد، ما میگیم بهش بیش از حد. لاغری چند تا علت داره، ما باید دنبال این علتش میگردیم. اونها که خلطشون صفراوی همیشه لاغر هستن، اونها که مشکل افسردگی یا حساس هستن مشکلشون لاغریه، اونها که پرکاری تیرویدی دارن مشکل لاغری دارن، اونها که مشکل هورمونی دارن مشکل لاغری دارن، اونها که مشکل در کبد یا نامنظم بودن کارهای کبد لاغری دارن، اونها که مشکل روده، دستگاه گوارشی، معده، اونها لاغر هستن. باید ما میدونیم کدوم گروه از اینها، باید مشخصات، سن، سال، گروه خون کاملا بدونیم، آزمایش بفرستیم تا بدونیم علتش چیه و علتش درمان میکنیم. اما الان در حال کل شرح میدیم که برای همه به درد میخوره انشاءالله.
تغذیه سالم، تغذیه سالم چیه؟ یعنی حذف کردن غذای نامناسب، فاست فود، شیرینیجات، تنقلات، این چیزهای غذا، چیپس، پوفک و آدانس و آب نبات و شکلات، اینا باید حذف کنیم از غذا. اگر حذف کردیم اینها از غذا، این 50% از درمان. حذف میکنیم 75% از نشاسته، از کربوهیدرات، یعنی از نون و از برنج. 25% فقط بذاریم از کربوهیدرات. حذف میکنیم کل قند و شکر کامل 100% از غذامون حذف کنیم. تغذیه سالم، بدن سالم. خب الان شروع میکنیم چه جوریه. صبح اونها که لاغر هستن میبینی صبحونه نمیخورن، یا دیر بیدار میشن از خواب، یا صبحونهشون دیر میشه. شما میخوای بخوری، اشتهات باز بشه، میخوای چاق بشی، ساعت 6، بین ساعت 6 بلند شو، نمازت بخون، انجام بده. ساعت 7، بین از 7 آخرین چیزی 7، صبحونت باید شما خوردی، حتی اگر میل نداشتی صبحونه بخور قبل از ساعت 7، بعدن برو بخواب یا کارهای دیگه انجام بده. ساعت 10-11 نشده میبینی خودت گرسنه شدی، دنبال غذا میری یه بار دیگه. ساعت 4-5 شد هم گرسنه میشه، میری دنبال غذا. ساعت 9-10 شب همینجوری. فقط تنظیم کردن وقت صبحونه، اینم 50% از درمان لاغری. الان گفتیم حذف کردن، تنظیم کردن غذا، حذف کردن کربوهیدرات به نسبت 75% از غذا و اعتماد کردن رو غذاهای دیگه. هر وقت اضافه کردیم، یعنی حذف کردیم 75% از غذامون، اضافه میکنیم 75% به جایگزینش چیه؟ غذای سالم. این غذای سالم باید چی باشه؟ گوشت، چربی، سالاد، سبزیجات، سیفیجات، اینا کلشون باید باشه. کربوهیدرات یا جایگزین کربوهیدرات که ما حذف کردیم 75% از نیاز بودن کالری بدنمون، میگیم الان بدنمون نیاز داره 2000 واحد کربوهیدرات در روز برای انرژی. خب این 1500 واحد باید از غذاهای مختلف در میارم، تغذیه میکنم، در میارم، میگیرم 1500 واحده، 500 واحده از کربوهیدرات باید بگیرم. خب یعنی برعکس میشه. الان اونها که فاست فود میخورن، یه فاست فود، یه نوشابه، یه چیپس، خودش این تقریبا یه 1500 یا بین از 1200 تا 1500 کالری داره. خب ما اگر حذف کردیم، این تغذیه کاذب، تغذیه ناسالم میگم بهش، یک ساعت در بدنمون، دو ساعت در بدنمون و اشتهامون کور میکنه و موادش، یعنی همش آسیب میده برای بدنمون و استفاده نمیکنیم ازش. الان به جاش استفاده میکنیم از چربیجات طبیعی، پیه، دنبه، روغن حیوانی، کره، اینها. باید کمترین چیزی 1000 کالری در روز از چربیجات طبیعی، از کره و دنبه و روغن حیوانی و پیه، اینا باید استفاده میکنیم. در ظرف یک ماه اگر اتباع کردن این برنامه غذایی، به شرطی که مشکلات هورمونی نداشته باشن یا مشکلات در پرکاری غده تیروید نباشه، در ظرف یک ماه 3 کیلو اضافه میکنن با این برنامه، به این روش غذایی که گفتم، انشاءالله. اما اگر داشته باشن، باید تغذیه سالم و درمان. درمانش چی؟ اگر مشکلات هورمونی داشته باشن یا در تیروید داشته باشن، یک گیاه، یک تخلوب، اصلا تخلوب دریایی به نام فوکوس اسمش، استفاده میکنن از چای زردچوبه، 100 گرم زردچوبه یا قاشق غذاخوری
فلفل سیاه مخلوط میکنن، از این مخلوط یک قاشق چای خوری در یک لیوان آب جوش حل کنن، نیم عدد لیمو ترش اضافه میکنن روش و میل کنن بین صبحونه و نهار و بین از نهار و شام. و استفاده کردن از یک قاشق چای خوری بعد از هر وعده غذا از قسط هندی، این منظم میکنه کل هورمون های بدن و غده تیروئید. این به درد میخوره اونها که مشکلات تیروئید داره، پرکاری یا کمکاری یا منظم بودن غده تیروئید. برای خانم ها که مشکل هورمونی هم داشته باشن، اینم از این نسخه میشه استفاده کرد. من در خدمتم. ممنونم از توضیحات کاملتون. اگر اجازه بدید یه میان برنامه کوتاه ببینیم و باز در خدمت جناب آقای دکتر محمود زنگنه باشیم. جناب دکتری با یه سوال متفاوت دیگه من در خدمت شما و مزاحم شما هستم. باز این مورد را چندین مورد داشته، ولی خب این یکی رو من انحصارا عرض میکنم به خاطر اینکه چیز هستش، از نظر سن و سال یه مقدار متفاوته، میترسیدم با اون بقیه سوال ها قاطی بکنم. دختر بچه 6 ماهه با گروه خونی بی منفی، تنبلی روده داره، شکمش هر 10-13 روز یه بار کار میکنه. مادر بچه هم همینطوره ولی کمتر. اگر امکان داره راهنمایی بفرمایید. بله، شیر از سینه مادرش میخوره یا کمک میگیره؟ ننوشتن اینجا برای ما که شیر مادر رو استفاده میکنه یا خیر، ولی الان دلیلش پای برنامه باشن در خدمتم به همون بگم. این دلیلش این، مادر یبوست داره، بچه یبوست داره، یعنی تغذیه مادر ناسالمه. هر چیزی مادر میل میکنه همون غذایی که استفاده میکنه منتقل میشه از طریق شیر برای بچه. مادر باید غذاهای ملین مفید استفاده میکنه که این یبوست ایجاد نشه برای بچه. الان درمان میکنیم بچه، بعدن مادر صحبت کردیم قبلا همین تون برنامه بابت یبوست و درمان. برای بچه اولین چیز مالیدن شکم و قسمت ناف و پهلو
مساج محکم، مساج باید محکم، نه فقط پوست، باید مساج محکم که روده ها تو کون بده. با روغن زیتون 15 دقیقه کامل، بعد از 15 دقیقه کامل یه چند قطره روغن زنجفیر رو دست میذارن و به مالن شکم بچه و ببندن شکمشون، یعنی تا سرما یا قلنج نخوره. تو جای داغ باید انجام بدن این. الان فضای خورده هوا سرد، قلنج نشه بچه. یه قطره روغن زیتون خالص در ناف بچه همیشه باید چرب بذارن. روغن کرچک اگر سینه‌شون استفاده میکنن، شیر مادر، روغن کرچک بمالن در نوک سینه‌شون قبل از شیر میدن به بچه، قبل از شیر دادن به بچه. اما اگر شیر قوطی مصرف میکنن، یک قطره تا دو قطره از روغن زیتون اضافه میکنن در شیر، رو شیر، تو شیشه شیر اضافه میکنن و میدن به بچه. ولی مهمترین چیزی تغذیه سالم و غذاهای سالم و حذف کردن شکر، قند و کم کردن کربوهیدرات به نسبت 75% از طریق مادر. بله، در خدمتم. خواهش میکنم. خب همون نمونه سوال رو که خدمتون قبلش داده بودیم در ارتباط با یبوست، اما در ارتباط با تنبلی روده که من مشکلات زیادی دارم، از جمله تنبلی روده، زخم اثناعشر، سه تا زخم اثناعشر دارم و معمولا مشکلی ندارم، اما اگر هرس بخورم اذیت میشم. راهنمایی بفرمایید. اولا جالبه، راهنمایی بفرمایید اولا به چه صورت میتونم بیخیال بشم و هرس نخورم، و دومن این که موقعی که هرس میخورم معدم شروع میکنه به درد گرفتم چه کنم؟ بله. انار شیرین. بله. یک عدد انار شیرین اینقدری باید بگیرن، تو سیخ بذارن، او روزغار بپزن تا پوست انار سیاه بشه. بله. رو حرارت ملایم باید باشه. بعدش این زغال پوست، ببخشید، پوست انار میندازن. هر چی داخل انار باید میل کنن، هر چی داخل انار باید میل کنن روزانه یک عدد و مدت 2 هفته. مراعات کردن اجابت مزاج و یبوست، بخاطر این یبوست ایجاد میکنه، و مواد ملین باید استفاده میکنن که الان صحبت کردیم بابتش، جوپرک یا روغن کرچک یا شربت تمر هندی یا جوشانده لیمو ترش یا جوشانده گوجه فرنگی، اینها باید مصرف میکنه همراهش. خودشون تنبلی روده داشتن دیگه، درسته؟ بله. بله، همون حالت که الان یاد دادیم برای بچه باید مساج دادن قسمت پهلو، شکم، محکم، مساج محکم با انگشت، با سر انگشت کل روده ها به مدت 15 دقیقه با روغن زیتون، بعدش با مالن شکمشون با روغن زنجفیل فقط و گرم نگه میدارن به مدت 1 تا 2 ماه. تنبلی روده از بین میره، درمان قطعی انشاءالله براشون. اما بابت زخم اثناعشر و زخم معده، همون انار گفتیم، و استفاده کردن از جویدن کندر 10 بار در روز، کمترین بار نیم ساعت باید کندر بجوان. جویدن شمع عسل، موم عسل، جویدن موم عسل خیلی مفیده. جوشانده شیرین بیان باید میل میکنن بین از وعده های غذا، روشکم خالی باید باشه روزی 3 مرتبه. میکیدن مرمکی یا مر میگن بهش، اندازه 1 نخود بذارن زیر زبونشون تا آب بشه، مرتب روزی 5 بار باید این کار انجام میده. هر مشکل که تو روده بزرگ، روده کوچیک، دستگاه گوارش، معده،
درمان میشه با این نسخه که الان صحبت کردن. اما اگر مشکل زیاد، یعنی مشکلشون فوق العاده زیاد، یعنی از خلط باید درمان میکنن خلطشون اول. من همیشه قبل از این همه نسخه ها باید اصلاح خلط و مزاج انجام میدن، بله، تخلیه خلط غالب که توی برنامه های مختلف هم جناب آقای دکتر عنوان کردن. ممنونم از شما جناب آقای دکتر. یه سوال دیگه هم دارم، این هم مبتلا به خیلی داره و خدمت شما عرضم، خیلی از عزیزان در پیام هاشون عنوان کردن که ریزش مو دارن، حالا بعضا فقط نوشتن ریزش مو دارن، بعضا نوشتن همراه با شوره هست، بعضا از شامپوهای مختلف استفاده کردن، شامپوهایی که اصلا کل تبلیغات یک مثلا تلویزیون هست که این مخصوص ریزش موه و و و انواع این موارد هست که حالا این بزرگوار نوشتن برادرم ریزش مو داره، هر روش و شامپوی هم امتحان کرده ولی فایده نداشته، چند بار هم کچل کرده، یعنی که منظورشون کچل کرده فکر میکنم تیغ زده باشه سرش رو، چگونه میتوان با این مریضی خداحافظی کرد و الان هم پای برنامه شما هستم انشاءالله که هنوز باشم. بله، مشکل ریزشمو اولین چیزه، بخشید من یک سوال گذشته برای بیخیالی بود صحبت نکردم بابتش، یک سری بله اون بله. عزیزی که بزرگ سوال کرده بودن چیکار کنم که بی خیال بشم نسبت بله. به موارد بله. حرص خوردن و اینا، آسون ترین چیزی میشه استفاده کرد ازش با در نجوبه با استقدوس هندی میزان مساوی مخلوط میکنن، یه قاشق مربا خوری در یک لیوان آب جوش دم کنن، میل میکنن صبح و شب، بی خیال میشن اصلا. اونها که مشکلات استرس، افسردگی، عصبانیت و اینا که فکرشون زیاد و فکرشون مشغول، با این نسخه انشاءالله درمان میشه و دعاگو برای من و شما هست انشاءالله. اما بابت ریزشمو علل زیاد داره، ما صحبت کردیم بابتش و انشاءالله یک روزی قسمت مفصل صحبت میکنم. در خانم ها در آقایون مختلف هستش. در آقایون مشکلات هورمونی احتمال داره، مشکلات تغذیه احتمال داره، مشکلات تیرویدی احتمال داره، خیلی استرس و اضطراب و مشکلات روحی احتمال داره. در خانم ها همین جوری و اضافه میشه روشون هم مشکلات هورمونی، مشکلات بارداری، مشکلات شیر دادن به بچه، مشکلات همون هورمونی میشه، مشکلات کیست تخمدان و این هم وجود داره. ولی مشکل اساسیش البته مورد سوال خاص الان ایشون آقا هست، بله درسته، متوجه شدم برادرم، بله. مشکل اساسیش کم بودن تغذیه سالم و مواد ویتامین های و املاح معدنی و معادن در وجود بدنمون. این معادن اگر وجود تأمین نشد برای بدن، مشکلات ایجاد میشه، اولینشون ریزش مو. خب تغذیه ما میدونی سازمان بهداشت جهان 1869 اعلام کرد، یعنی چند سال پیش، یعنی تقریبا 140 سال پیش تقریبا یا 50 سال پیش قبلا اعلام کرد که خاک و زمین فاقد جمیع انواع معادن که نیاز داره بدن انسان. ویتامین ها، املاح معدنی، معادن، اینها تولید نمیشه داخل بدن انسان، همش از طریق تغذیه منتقل میشه، یا از طریق حیوان ها، گوشت و اینا، یا از طریق سبزیجات و سیفیجات و از طریق کشاورزی منتقل میشه. خب
اگر از طریق حیوانات منتقل میشه، مثلا مرغ، بره، گاو، گوسفند، شتر، ماهی، اینا دیگه که ما استفاده میکنیم ازش، اونها هم از کجا؟ اینا بدنشون هم تولید نمیکنه، مثل بدن ما هم باید از طریق تغذیه منتقل میشه برای بدنشون. خب الان این مواد و معادن که نیاز داره بدنمون وجود نداره در زمین، چه کار باید میکنیم؟ چه حیوان چه میخوره منتقل نمیشه برای بدنش، ما هم میخوریم و منتقل نمیشه برای بدنمون، یک سلسله کامل این. خب ما الان چه کار باید ما باید مکمل های غذایی استفاده میکنیم؟ اینها مکمل های غذایی وجود داره تو بازار، ولی به شرط که شرکت معتبر و شرکت خوب باید باشه، اونها از طریق کوها، از طریق سنگ، از طریق اعماق دریا، از طریق گل کلیتد، از طریق جاهای مختلف خودشون استخراج میکنن، به عنوان مکمل غذایی درست میکنن یا سپلمنت درست میکنن و میفرستن، میندازن تو بازار و ماها استفاده میکنیم از این مکمل های غذاییمون. خب موه سر چی یعنی؟ ویتامین د در درجه اول، اولین چیزی که میبینیم اونها که ریزش موی سر دارن، اگر مشکل هورمونی، مشکل روحی یا استرس هم نداشته باشن، میرن دنبال ویتامین د. ویتامین د اول باعث کردن ریزش مو، بعدن منگنیسیوم، بعدن زینک، بعدن سیلینیوم. این چهار تا، این چهار تا اساس مو، اگر این چهار تا در بدنمون وجود نداره مو نیست. پنجمیه بعد از ویتامین د این شروع میشه، غیر از اینا استخراج گفتیم معادن چیه؟ کمبودن آهن در بدن، نه ایران، کمبودن انبارهای آهن، فریتین میگن بهش. کمبودن فریتین مشکلات ریزش مو، اونها میرن آزمایش بدن، اگر میخوان پر پشت باشه موهاشون، زود بلند میشه موهاشون، باید فریتین بدنشون بالاتر از 70 باید باشه، بالاتر از 70 در خانوم ها، در آقایون بالاتر از 300 باید باشه. خب هر چی بالاتر باید باشه بهتره. ویتامین د با آهن یا انبارهای آهن، فریتین، تولید رشد موم، یعنی اونها که میگن مومون پرپشت نیست، رشد نمی کنه اصلا. اصخایی میکنم آقای دکتر، فقط یک و نیم دقیقه دیگه وقت داریم تا پایان این برنامه، وقت زیاد داره، نیاز داره زیاد. بله ولی مختصر میکنم، مکمل های غذایی باید ما استفاده میکنیم از مکمل های غذایی که غذاهای سالم یا ارگانیک باید باشه. خب مواد شیمیایی یا مواد نگهدارنده که استفاده میکنیم با تغذیه وجود داره در تغذیه در غذامون، اینم باعث ریزش مو، نه فقط باعث ریزش مو ایجاد میکنه برامون، نه، اون اپیجنتیک یه مواد ارثی داریم، ارثی میگن بهش، ریزش مو ارثیه. این ریزش مو ارثی 1-2% فعال هستش، اما ایبیجینیک فعال میکنه اون مواد ژنتیکی ارثیه، اون باعث فعال کردن 60%، یعنی 2% ارثیه، 60% از غذاهایی که فعال میکنه مشکلات ارثی ریزش موی ارثی که از پدر یا از مادر یا از دایی یا از عمو یا از جد یا اینا. بعضی الان میگن ما پدرمون یا مادرمون یا عموم یا داییم مشکل ریزشمون نداره اصلا، کچلی هم نداره، پر پشتمون. بله ژنتیک منتقل میشه تقریبا بین 300 تا 350 سال، یعنی احتمال داره جد تاس بوده مشکل ریزشمون بوده الان شما، ولی شما فعالش کردین با غذاهای ناسالم. بله
انشاءالله یک روز هم صحبت میکنیم بابت یک برنامه مفصل با انواع ریزشمو و مشکلاتش و درمانش. اما غذاهای هم ببخشید، اما شامپوها و روغنها و لیویسونها و هر چیزی که میذارن رو سرشون اصلا حل نمیکنه و بیشتر میکنه ریزشمو. باید علتش از داخل درمان میکنیم، علتش از باید کشف میکنیم مشکل ریزشمون چیه تا درمانش میکنیم. عذرخواهی میکنم، حالا چون به این مرحله رسید، حالا از پارت بعدی برنامه داره وقت میگیره. عزیزی هم باز داشتم من توی سوال که من از محلول و لوسیون ماینوکسیدیل 5% استفاده میکنم، ولی تا زمانی که استفاده میکنم خوبه، درسته. تا قطع میشه باز دوباره همون حالت ریزش رو همین دارم. همین مینوکسیدیل نشره داخلیش یک کاغذ داره داخل پاکت مینوکسیدیل بروشورش 5% بروشورش، بله، باز میکنه ببینه عوارض جانبی. یکی از عوارض جانبی مینوکسیدیل ریزش مو، ایجاد کردن ریزش مو، فقط همین میگم که خودش چجوری درمان میکنه اگر عوارض جانبیش ریزش مو در بیاره. اگر به زبان فارسی یا انگلیسی یا فرانسوی یا عربی یا هر زبان میبینه نوشتن روش عوارض جانبیش، یکی از عوارض جانبیش ریزش مو، یکی ازش فشار خون بالا بردن فشار خون، یکی ازش مشکلات روحی و اضطراب ایجاد میکنه و خیلی عوارض جانبی داره. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر از حضورتون در استدیوی بین الحرمین مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. انشاءالله تا میایم خداحافظی بکنیم، اتاق فرمان لطف میکنه از واحد پخش میپرسه و به ما شماره برنامه رو اعلام میکنن، ما هم خدمت شما انشاءالله عرض میکنیم برای مزایوارانی که احتمالاً پای برنامه نبودن. و البته تکرار این برنامه همین امشب ساعت 10 شب به وقت کربلای معلا هست، میتونید به دوستانتون عزیزانتون اطلاع بدید. ولی در کل امیدواریم که همیشه صحیح و سالم باشید. جناب دکتر خیلی ممنونم، خدا انشاءالله به شما سلامتی بده از اینکه حضور پیدا کردید در استدیوی بین الحرمین شبکه امام حسین علیه السلام. باز هم از شما تشکر میکنم. از شما عزیزان بیننده هم تقاضا میکنم همراه ما باشید و انشاءالله تا شروع پارت دوم برنامه که رسوندن صدای شما هست به کربلای معلا، اللهم عجل لولیك الفرج. کراتم از کرم امام حسن شدم، غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم، غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم. یا حسین کرب و بلا، یا حسین کرب و